با عرض سلام خدمت استاد عزیز، این روایاتی که راجع به پیاده روی اربعین اومده خواستم ببینم تو این دور زمونه که حمل و نقل و وسایل نقلیه این همه پیشرفت کردن، آیا باز هم نیازی که ما پیاده به زیارت آقا سید الشهدا بریم و پیاده روی اربعین رو بخوایم ترویج کنیم؟ باید ببینیم که این پیاده روی اون انگیزه ها و نیت و آثار و برکاتش چیه. اگر علت پیاده روی مثلا در گذشته نبودن وسیله بوده، حالا که وسیله هست دیگه جایی برای پیاده روی باقی نه. اما اگه نه، در گذشته هم خوب وسیله بوده. امام مشتبه علیه السلام 25 بار پیاده مکه تشریف بردن، مرکب های رهوار، محمل ها، وسیله نقلیه اون زمان همراه کاروان بودن. امام میفرمود که به احترام پروردگارم من پیاده میخوام برم به زیارت خانش و گاهی پا برهنه. یه بار سعد بن ابی وقاص خدمت امام مشتبه علیه السلام عرض کرد که آقا جان شما پیاده میشید، بنی هاشم پیاده میشن، بقیه مردم هم به احترام شما پیاده میشن. تو کاروان پیرمرد هست، پیرزن هست، ناتوان هست، بچه هستن، اینا نمیتونن پیاده راه برن، شما سوار شید تا بقیه هم سوار بشن که اینا ناراحت نشن. و امام فرمود من عهد کردم با پروردگارم که پیاده برم به زیارت خانه. ما بنی هاشم از کاروان جدا میشیم، از بیراهه میریم تا مردم راحت باشن سوار بشن. خب امام مشتبه علیه السلام نه که مرکب نداشت، نه که وسیله نقلیه نبود، اون نیت و انگیزه احترام به پروردگارش بود. حالا کسی به احترام امام حسین علیه السلام، به عشق امام حسین علیه السلام پیاده داره میره. اگر این کار تعظیم شعائر اسلامی باشد، اظهار محبت به امام حسین باشد که هست، اگر این پیاده روی مصداق مودت فی القربا هست که هست، پس که انگیزه این نیست چون ما وسیله داریم وسیله نداریم پیاده میریم. اگر فقط اون بود حق با ایشون بود، خب وقتی وسیله هست انسان پیاده بره. اما اگر انگیزه این اظهار مودته و همه دنیا میفهمن که ما مسلمان چقدر دوست داریم و همه دنیا میفهمن که چه عظمت هایی در پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، دیگه اون هدف اون انگیزه ای که داشتن یا نداشتن وسیله دار مدارش بود نیست. پاسخ 313